بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دکتر صاحب کرمی، امیدوارم خوب خوش صحت و سلامت باشین انشاءالله. روز گذشته در مورد روی اپندیف چیزایی که خدمت شما یادآوری کردیم، اناتوم فیزیولوژی گفتیم، التهاب روی اپندیکس رو یادآوری کردیم، پتالوژی از او، اسباب سیر پتالوژی که مرض رو یادآوری کردیم، مراحل مختلفه از او و تظاهرات سریری همراه با معاینات تشخیصیه، معاینه مریض، ساین های مشخص مورد اپندیسیت یادآوری کردیم که معاینه فیزیکی برای تشخیص کمک میکرد، سیستم نمره دهی البرادور یادآوری کردیم و تشخیص تفریقی با امراض داخل بطنی، امراض برق برقی تناسلی، امراض صدری، امراض عاجل نسایی و امراضی که مربوط به سیستم عصبی مرکزی میشد یادآوری کردیم. امروز تداوی اپندیسیت حاضر انشاءالله یادآوری میکنم خدمت شما. اپندیسیت حاد همیشه تداوی از او جراحی از او پرسیبا، به استثناء بعضی حالاتی که ما یا امکانات عملیات جراحی پیش ما وجود نداره یا ای که استباب عملیات جراحی نداشته باشه. این حالات شامل چند مورد که غالب شما یادآوری میکنیم. مثلا زمانی که مریض به لایحه پریتونیت پیش رفته مراجعه کرده باشه، ما شما گفتیم اگر مریض دیر مراجعه میکنه، اقدام به تداوی از او صورت نمیگیره، ممکنه که اپندیکس التهابی پاره بشه و انتان منتشر شه و تمام بطن و دیفیوز پروتینایتیس یا جنرالایز پروتینایتیس رو بسازه. این مریضا وقت دیرتر مراجعه میکنم، امیدواری برای صحتیابی از این وجود نداره. از این لحاظ ما با اتخاذ اهتمامات کوشش میکنیم که احیا کنیم مریضه. برای از این منظور تطبیق مایعات از طریق وریدی و تطبیق انجدی به منظور اسپایرشن معده و انتیبیوتیک، این همه که اهتمامات گرفته میشه برای از این که مریض احیا بشه. حالت دومی رو پس با که استباب عملیات جراحی نداره، زمانی که ما شما گفتیم ممکنه که حمله حاد در اپندیسیت رشف بشه، مریض خود به خود شفایاب بشه، به این حالت هم استباب عملیات جراحی وجود نداره. و سومی حالتی که اپندیکولار ماس تشکل کرده باشه، ما شما روز گذشته یادآوری کردیم که سر، ایلیوم، سیکوم، اینا همه که جمع میشن گفتیم ناحیه محصور میکنن، دیوار کشی میگن، که از انتشار انتان به سایر قسمت های بدن و تاسوس پریتونیت جلوگیری کنن. از التصاق از این اعشاب هم دیگر کتله وجود میاد که بهش میگن اپندیکولار ماس. به این زمان هم که ما بعدن یادآوری میکنیم، تداوی از به صورت مفصل برای شما میگیم، استباب عملیات جراحی عاجل نداره. تداوی از او ابتدا تداوی طبی و بعدن جراحی که حال برای شما اورم یادآوری میکنیم. و حالاتی که مثل که قبلا خدمت شما عرض کردم، امکان عملیات جراحی برای ما وجود نداشته باشه، استباب عملیات جراحی هست ولی امکانات جراحی وجود نداره، این زمانی که مریضا به سفر باشن، به سفر دریایی مثلا داخل کشتی باشن، مثلا التهاب اپندیکس بشن، و یا وسیله و روش محافظه‌کارانه از این چی استفاده میشه، یا به سفرهای هوایی باشم، یا زمانی که از شفاخانه ها و امکانات جراحی دورتر باشم از تداوی محافظه‌کارانه استفاده میشه. یعنی استباب جراحی هست ولی ما امکانات جراحی نداریم. به این زمان انتیبیوتیک برای مریض توصیه میکنیم، مایعات رو توصیه میکنیم، اهتمامات میگیریم که به منظور از این که باشه اکثر عمل وجود مریضم مقابل از این مقاومت کنه و اپندیکولار ماس تشکیل شه، از تشکیل پریتونیت منتشر بتانیم جلوگیری کنیم و حیات مریض نجات بدیم. در این حالات عملیات جراحی استباب نداره. و حالا تداوی جراحی رو پس بگم. وقتی استباب عملیات جراحی گذاشته شد، اپندیسیت ها تشخیص شد، به این زمان مریض رو آماده میکنیم برای عملیات جراحی. به اولین قدم برای مریض انتیبیوتیک توصیه میشه، مخصوصا اگر پریتونیت تأسس کرده باشه، انتیبیوتیک بعد از عملیات هم ادامه میده. انتیبیوتیک با میتونیدازول، جنتامایسین و سیفالاسپیرین های مخصوصا جنریشن سوم که بالای انتانات هوازی و غیر هوازی به هر دو موثره، اینا دارای طیف تاثیر وسیع هم، از این لحاظ ابتدا قبل از کلچر از اینا استفاده میکنیم. و وقتی ما شما 24 تا 48 ساعت بعد کلچر صورت گرفت، نو انتان بر ما مشخص شد، میتونیم که انتیبیوتیک
تغییر بدیم. عملیات جراحی قسمی انجام میشه که زمانی که مریضا مقدم مراجعه میکنم، یعنی قبل از 48 ساعت از شروع درد گذشته باشه، ابتدا مریض آماده میشه برای عملیات جراحی که قبلا هم یادآوری کردیم، با شق به نام شق مایل که به نام گرید آیرن یاد میشه. این تصویر شما قبلا هم مشاهده کردیم، خطی که از سره وصل میشه به اسپین آیلیاکا آنتریور سوپریور به یک ورسه وحشی از اینجا ناحیه مکبورنی میگن. این شق به این شکل شق مایل انجام میشه به نام شق مکبورنی، هم یاد میشه شق گرید آیرن. یا به این شق، یا اگر مشکوک باشیم به اپندیسیت فلگمونوز و یا تشکل آبسه یا اختلافات اپندیسیت، گاهی شق پارارکتوس به این قسمت و مجاورت عضله رکتوس به کنار وحشی عضله رکتوس شق میشه و از این ناحیه مداخله میشه، و یا شق مستعرض به نام شق روکدیدیس. از هر کدام از اینا میتونیم که برای عملیات جراحی باز استفاده کنیم. قسمی که ابتدا جلد و تحت جلد باز میشه به تقریب از اون صفاق عضله اوبلیک اکستر، به تعقیب از او باز صفاق عضله اوبلیک انتر و عضله ترانسورسوس ابدومینس یا عضله مستعرض. بعد از این میرسیم به پریتوان، پریتوان شق میشه با احتیاط و سیکوم بیرون کشیده میشه. وقتی سیکوم بیرون کشیده شد، ما شما اپندکس التهابیر و انتهازیر میتونیم که مشاهده کنیم. تمام علائم التهاب به ناحیه وجود داره. ابتدا کاری که میکنیم اویه اپندیکولره، شریان اپندیکولره ما شما قبلا یادآوری کردیم، تصویر رو شما مشاهده کردیم. بعد از لیگاتور شریان اپندیکولر که به میزو اپندکس این کار انجام میدیم، اپندکس به قسمت قاعده نزدیک به سیکوم با یک تار لاگت میشه. وقتی لاگت شد، به اطراف از این پرس سترینگ سوچر خیاط های پرس سترینگ انجام میشه که مثل سر خریتر که ما شما میدوزیم به اطراف اپندیکس، از یک تینیا کولای شروع میشه، پس به همون تینیا کولای ختم میشه به شکل دایروی. دور قاعده اپندیکس کوک زده میشه. ای کوک ها تمام طبقات جدار سیکومر در بر نمیگیره، تنها طبقه سیروزا و طبقه عضلی در بر میگیره. به این معنی که سوزن ما به داخل سیکوم نمیشه، دو طبقه اول رو میگیریم و اطراف ازی پرسسترینگ انجام میشه. یعنی که قاعده اپندیکس به مرکز یک دایره قرار گرفته که ما شما به وسیله کوک های پرسسترینگ تنظیم کردیم. بعد از این اپندیکس از قاعده قطع میشه و قسمت باقی مانده اپندیکس به طرف داخل داخل سیکوم انورت میشه و گره ما مکن میشه و اپندیکس به این شکل غرس میشه به داخل سیکوم. عملیات جراحی با تطبیق درناش، درناش دیو به کدام حالات؟ یکی التهاب شدید لوژ اپندیکس، موجودات آبسه موضعی به نهیه و به حالاتی که استمپ اپندیکس بسته شده نتونه. در ناشتیوب به نهیه تطبیق میشه و طبقات از جدار بطن که ما شما قبلا گفتیم باز کردیم به ترتیب پلان به پلان پس خیاطه میشه و بسته میشه. گاهی اپندکس التهابی و شدیدن التصاقیر ما شما ریزکشن کرده نمیتونیم، برداشته نمیتونیم به علت اختلافاتی که بدن ایجاد میکنه. از این پسته نهیه دریناژ میکنیم، دریناژ تیوب را به نهیه تطبیق میکنیم و به صورت مؤخر یا انترول اپندکتومی 3 ماه بعد اپندکتومی نزد مریض انجام میدیم. این بود از تداوی جراحی. البته تداوی جراحی متعدد دیگه، تداوی لاپاراسکوپیک هم هست که تداوی مؤثرتره، که از اون میشه که به طریقه های مختلف استفاده کنیم برای منظور اپندکتومی. عملیات جراحی ممکنه با اتصال اختلافات همراه باشه، البته اختلافات نادره، کمتر دیده میشه، ولی اختلافات ممکنه که وجود داشته باشه. ابتدا انتان جرحه، در این حالات مریض 4 تا 5 روز بعد از عملیات مراجعه میکنه با درد، خوندیدگی و سرخی به نهی جرحه که این دلالت به موجودیت التهاب در تحت
جلب میکنه. ما شما علائم التهاب رو که پیشتر نام بردیم به ناحیه مشاهده میکنیم. تداوی از قسمیه که قیر دریناج میکنیم از جرح، جرح پاک میکنیم و آنتی بیوتیک هم برای مریض توصیه میکنیم. اختلاط بعدی آبسه های داخل بطنی رو پسه با در این حالت گرچه گفته شده که با تطبیق انتیبیوتیک به صورت بقایوی و تطبیق انتیبیوتیک به زمان عملیات و بعد از عملیات این اختلاط معمولا اتفاق نمیفته، ولی اگر واقع میشه قسمی که مریض 5 تا 7 روز بعد از عملیات به لوحه تب، کسالت، بی‌اشتهایی و ضعیفی مراجعه میکنه. این آبسه ها به وسیله سونوگرافی و سیتی اسکن تشخیص میشن. قابل یادآوریه که این آبسه ها میتونه بین لوب های مایی تأسس کنه، به نحوی پاراکولیک باشه، به حوصله باشه و یا به تحت حجاب حاجز به قسمت های مختلفه بعد میتونه که تأسس کنه. اگر به تشخیص از اینا مشکلی وجود داشت، مشکوک بودیم، لابراتومی هم پیش از این مریضا انجام داده میتونید. یعنی ای که تشخیص برای ما شما سونوگرافی و سیتی اسکن به هر صورت وضع میکنه. در غیر از اون استباب لابراتومی استکشافی هم داره. برای تداوی از اینا هم از سونوگرافی و سیتی اسکن راهنمای خوبی هم میشه که یابسه ها از طریق جلد هم درناش بشه. انسداد فلجی. گرچه انسداد فلجی بعد از هر عملیات جراحی ممکنه که اتفاق بفته، ولی بیشتر بعد از اپندکتومی اپندیسیت گانگرینوز اتفاق میفته. این حالت باعث از این میشه توقف ترانزیت پیش مریض به وجود بیایه و اگر 4 تا 5 روز بیشتر دوام کنه و نزد مریض تب وجود داشته باشه دلالت به این میکنه که انتان به داخل بطن وجود داره، چیزی که پیشتر ما از او به شما یادآوری کردیم. بس بعدی تشوشات تنفسیه. اگر پیش مریضا از قبل آفت تنفسی وجود نداشته باشه این اختلاط معمولا دیده نمیشه و تداوی از با فیزیوتراپی بعد از عملیات که به سمیسترهای گذشته به شما یادآوری شده که بعد از عملیات هرچه زودتر مریض متحرک بشه، بشینه، تنفس عمیقی بگیره، درجه حرارت اتاق ارزش داره و از بین بردن درد برای تنفس مؤثر مریض کمک میکنه برای تداوی از این حالت. یکی دیگه از اختلاطات نادر عملیات جراحی اپندکتومی ترومبوز وریدی و امبولی که بیشتر پیش خانم هایی که ادویه ضد حاملگی میگیرن و اشخاص مسن اتفاق میفته. از این واسطه پیش از این اشخاص قبل از عملیات باید اهتمامات لازمه برای وقایع از ترومبوز وریدی و امبولی گرفته شه. بحث دیگه پورتالپایمیا هم مثل اختلاطات که پیشتر گفتیم نادره، ولی از جمله اختلاطات بسیار جدی به اپندیسیت گانگرینوز به شمار میره. با لرزه، تب یا پان همراهه. از باعث سیپتیسیمیای ورید با باعث به وجود آمدن آبسه های متعددی به کبد میشه. یعنی انتان از طریق وعایی به ورید باب میه و از ورید باب به کبد و اینجا باعث تشکل آبسه های متعدد میشه که آبسه ها رو ما میتونیم یا از طریق لابراتومی و ترجیحاً از طریق جلد به راهنمایی سونوگرافی میتونیم که درناش کنیم. فیستول غایتی هم از اختلاطات عملیات جراحی اپندکتومیه. از محل استامپ اپندکس ممکنه که مواد غایت لیکاش کنه و از جدار بطن ما شما رو مشاهده کنه. این فیستول بیشتر سبب از این ما شما پیشتر گفتیم که خیاطه هایی که پرسسترینگ ما شما انجام میدیم سیروماسکولر انجام میشه. تنها 2 طبقه خارجی جدار سیکومر ما شما به کوکو میگیریم. اگر خیاطه ها عمیق باشه و باعث مختل شدن اروا نهیه بشه و اوزایما و التهاب جدار سیکومر سبب بشه ممکنه که باعث از این اختلاط بشه. و گاهی هم پیش مریضایی که مرض کرون دارن سبب فیستول غایتی میشه عملیات اپندکتومی. این مریضا بنا به دلایل مختلفی که باز به بحث کرون دیزیز یادآوری میشه مقاومت پایینی دارن، معمولا هر عملیات جراحی باعث فیستول میشه پیش از اون مخصوصا اپندکتومی. تداوی از این محافظه کارانه ضرورت به جراحی کمتر میشه. غذاهای با تفاله کم و های پروتئین های ویتامین دی برای مریضا توصیه میشه و فیستول ها
به صورت بنفسه شفایاب میشه. امتداد مایعی از سبب التصاقات، چسبندگی هایی که بین لوب های مایعی به وجود میایه ممکنه بعد از هر عملیات جراحی اتفاق بفته، ولی به عملیات اپندکتومی هم معموله. تفاوت از چیه؟ یک باند یا یک ادهجمی، یک نوار از محل اپندکس آمده یا به جدار بطن یا به امعا وصل شده که باعث عدم تحرکیت نهیه میشه و باعث انسداد امعا میشه. گاهی هم این مریضا به لوحه درد مزمن بطنی، دردی که با حفره عرقفی راست وجود داره مراجعه میکنم و وقت لاپاراسکوپی میشم باندها و بریدها به نهیه قابل مشاهده. تداوی ازیم معمولا ترجیح داده میشه با لاپاراسکوپی، این باند قطع میشه اون با مجددا حرکات اعاده میشه و مانعه یعنی به مقابل حرکات برداشته میشه و ترانزیت مریض مجددا برقرار میشه. دیگه بحث بعدی ما شما بعد از اختلافات عملیات اپندکتومی کتله اپندکس است یا اپندیکولار مس. قسمان به مورد اپندیکولار مس ما بیشتر یادآوری کردیم. اینجا مریض ها برای 4 یا 5 روز بعد از شروع درد مراجعه می کنم با معاینه فیزیکی کتله با حفره عرقفی راست وجود داره، در حالی که سایر قسمت های بطن نرمه، آوازهای مایعی شنیده میشه و اعراض علائم پریتونیت هم وجود نداره. یعنی ای که مریض از 4 روز قبل تاریخچه شروع درد اپندیسیت حاد در حکایه میکنه، ولی فعلا که مراجعه کرده ما شما با معاینه فیزیکی کتله و حفره حرقفی راست میافیم، سایر قسمت های بطن نرمه، دردناکم نیه و اعراض علائم پریتونیت عمومی که درد منتشر به تمام بطن بود و حساسیت بطن بود اینها وجود نداره. به این حالت کتله قبلا یادآوری کردیم که از التصاق سرب، سیکوم، ایلیوم به همدیگر به منظور جلوگیری از منتشر شدن آنتان به وجود آمده. به این ترتیب به این میگن اپندیکولار مس و ضرورت به جراحی عاجل نداره. چیزایی که ما شما قبلا یادآوری کردیم که یکی از جمله واقعاتی که تداوی جراحی نداره به صورت مقدم او اپندیکولار مس بود. این حالت از یک تعداد امراض دیگه که معمولا باعث تشکل کتله به حفره عرقفی راست میشن باید تشخیص تفریقی بشه. به درجه اول از کارسینومای سیکوم. در کارسینومای سیکوم تاریخچه طولانی مرض وجود داره پیش مریض و تشوشات ترانزیت یعنی لوحه انسداد مزمن. گاهی هم اسهال پیش مریضا وجود داره، موجودیت خون و مواد غایطه به علت موجودیت کانسر کارسینومای سیکوم و کمخونی به علت یا موجودیت خونی که به شکل گروس یا مک ما شما مشاهده میکنیم به مریض و یا خونه مخفی و خلق بلد، اینا مجموعا باعث کمخونی شده میتونه مریض پیش مریض. و وسائل تشخیصی از این یکی از جمله باریم انیمایه که برای تشخیص کارسینومای سیکوم کمک کننده. دیگه مرض کرون. مرض کرون هم گاهی با کتلات همراه هست که ممکنه این کتله اتفاق بفته با حفره حرقفی راست. باز به مرض کرون با شما یادآوری میکنیم که تمام خصوصیات از این که کتله به چی میکانیزمی به وجود میایه. معمولا مریضا جوان هم و سابقه از مرض هم به شکل طولانی حکایه میکنن. کیسه صفرای متوسط. گاهی کیسه صفرا به حد متوسط میشه که به حوصله میرسه و ما شما مگر تشخیص تفریقی کنیم از کتله اپندیکولر. کلیه حوصله گاهی به صورت ابنورمال کلیه راست به حوصله موقعیت داره، گاهی هم بعد از پیوند کلیه کلیه به حوصله کلیه پیوندی معمولا به حوصله موقعیت داره. کیست ها و تومورهای تخمدان یا نفیرها، اینا هم باید تشخیص تفریقیش از اپندیکولار مس. انوریزم شریان الیاک انترن و اکسترن هر کدوم. تومورهای خلف پریتوان
که از انساج نرم یا اوکالات لمفاوی جدار خلفی بطن یا از حوصله منشه داشته باشه. بسیار کتله توبرکولوز ایلیوسیکل، چیزی که به کشورهای غربی و به انگلستان نادره اما به کشور ما شما معموله، و آبسه عضله پسواس. عضله پسواس از جمله عضلات جدار خلفی بطنه که موقعیتی و تقریبا به نهیه یک اپندکس به اونجا موقعیت داره. آبسه که به نهیه وجود میایه باید از اپندیکولار مس تشخیص تفریق بیشه. تداوی اپندیکولار مس قسمی که قبلا نقصه با شما یادآوری کردیم، یکی از واقعات گفتیم تداوی جراحی آجل اصابات نداره اپندیکولار مس. از این وسته ما پیش مریض تداوی محافظه‌کارانه شروع میکنیم، رژیم غذایی مایه، کنترل تعداد لوکوسیت ها، درجه حرارت و اندازه کتله. اندازه کتله برای ما شما سونوگرافی هم تعیین میکنه و روی جدار بطن هم بعد از جس میتونیم که موقعیت کتله رو نشانی کنیم، خط بکشیم و به دقت هر روز متوجه باشیم که کتله کوچکتر میشه یا ای که بزرگتر میشه. حالا انتیبیوتیک هم پیش مریض شروع میکنیم، ببینیم که 80% از این کتلات ممکنه که رشد بشن و یادآوری شده که انتیبیوتیک به صورت دوامدار و زیاد توصیه نشه به خاطر از اینکه باعث تشکل کتله میشه و انتیبیوتیک ما میسازه. اندازه کتله چی از جدار بطن و چی به وسیله سونوگرافی برای ما شما ارزش داره که بیشتر یادآوری کردم خدمت شما، به خاطر از اینکه گاهی کتلات ممکنه که تدریجا بزرگ بشن و علائم حیاتی که بیشتر ما چک میکردیم، نبض و درجه حرارت و تعداد لوکوسیت ها، اینها تغییرات به اینا وجود بیاد، درجه حرارت بالا بره، تب مریض بیشتر بشه، که این حالت دلالت به تشکل آبسه اپندیکولر میکنه. این آبسه ها باید دریناژ بشن و اگر آبسه ها دریناژ نکنیم تدریجا ممکنه که به سه نهیه، یا به از طریق جدار بطن به بیرون راه پیدا کنم، یا راه پیدا کنم از طریق به داخل رکتوم به تخلیه بشم، یا این که به داخل جوف پریتون باز میشم. اگر کتله اپندیکولر حالتی که پیشتر گفتیم به 80% وقایع رشد میشه رشد شد، تداوی جراحی از این به صورت مؤخر انجام میشه که به این مورد معمولا اختلاف نظر وجود داره. چیزی که تایید شده بین 6 تا 10 هفته بعد ما شما مریض میخواییم، یعنی 6 تا 10 هفته بعد مریض برای مریض توصیه میکنیم که مراجعه کنه برای عملیات جراحی اپندیکتومی. به این زمان همگی التصاقات برطرف شده، انتان هم به صاحب وجود نداره و مریض اپندیکتومی میشه. اگر اپندیکتومی نشه خطر حملات حاد بعدی پیش مریض وجود داره. این بود از اپندیکولر مس. اپندیسیت حاد در زنان حامله، شیوع اپندیسیت به زمان حاملگی مثل شیوع به زنان غیر حامله، یعنی از نظر شیوع کدام تفاوتی نداره، اما به علت اختلالاتی که وجود میایه ممکنه که باعث مرگ و میر بشه پیش مریضا. اینا علت معمول از چیه؟ یکی مغالطه میشه با سایر آفاتی که به زمان حاملگی ممکنه که اتفاق بیفته، و یکم تغییر موقعیت اپندیکس، باید با تغییر موقعیت بازی با معاینه فیزیکی برای تشخیص بشه مریضا ما شما بیشتر دقت کنیم به. حالا آفاتی که باید از تشخیص تفریقی بشه، یکی پیالایتیس، دیگه استفراغات زمان حاملگی، از استفراغاتی که با اپندیسیت اتفاق میفته باید تشخیص تفریقی بشه، دیگه رد دیژنریشن و فیبروئید تومورهای معمولیه و اندازه های مختلفه پیش خانم ها مخصوصا به سنین باروری وجود داره، گاه اینا رشد از اینا متوقف میشه و شروع میکنن به دیژنریشن که درد شدید بطنی داره و ممکنه که این مغالطه شه با درد اپندیسیت ها. دیگه تدور کیست تخمدان، این هم باید تشخیص تفریقی شه از دفعه اپندیسیت ها، به علتی که رحم بزرگ میشه مثل که پیش رو یادآوری کنیم، ممکنه که اپندیکس با ماهای مختلف حاملگی به طرف بالا بیجا بشه و درد و حساسیت ممکنه که بالاتر و حتی گاهی وحشیتر از محل اصلی، محلی که ما شما قبلا یادآوری کردیم که با جس سبب تولید درد میشه، موقعیت بگیره. از این واسطه باید ما شما با معاینه فیزیکی برای خانم های حامله بیشتر دقت کنیم و خطر سقط
به ترانستر اول پیشمریزا وجود داره. به این تصویر بیجاشودگی اپندکسر ما شما مشاهده میکنیم نظر به ماهای حاملگی چقدر اپندکس موقعیت از او تغییر میکنه، هم به طرف وحشی و هم به طرف بالا، مثل که بیشتر یادآوری کردیم خدمت شما. این موقعیت نرمال و ابتدایی اپندکسه، به ماه سوم موقعیت بلندتر گرفته، به ماه چهارم، ماه پنجم، ماه ششم، هفتم و بالاخره به ماه هشتم. ببینیم موقعیت اپندکس چقدر تفاوت کرد از محل اصلی یا ای کجا بود نقطه مکرونی. به این ترتیب برای تشخیص مرض باید به معاینه فیزیکی برای خانم های حامله بیشتر توجه بشه. و بالاخره اپندیسیت ها در اطفال و شیرخواران. به اطفال شیرخوار اپندیسیت ها در کمتر از 3 سالگی نادره، اما ممکنه که دیده شه، حتی به طفلای چند روزه و گاهی هم به طفلای پریمچور ممکنه که اتفاق بیفته. فیصدی اختلالات و مرگ و میر نسبت به کاهلا پیش اطفال بیشتره، به خاطر از اینکه لوحه کلینیکی متفاوته و طفل تاریخچه درستی تاریخچه بر ما شما ارائه کرده نمیتونه، از این لحاظ ممکنه که اختلافات اتفاق بیفته. لوحه کلینیکی کمتر وصفیه پیش اطفال نسبت به کاهلا. یعنی چی؟ استفراغات متکرر پیش از این وجود داره. ما شما به اپندیسیت هات به کاهلا گفتیم که استفراغ ممکنه 2 یا 3 مرتبه، اگه استفراغات زیاد بود و شدید بود باز مشکوک میشد تشخیص اپندیسیت. اینجا استفراغات متکرره و تب هم تب بلنده نسبت به کاهلا. و طفلا قسمی که قبلا یادآوری کردم تاریخچه به درستی هم ارائه کرده نمیتونم، واقعات هم پیش طفلا کمه، بیشتر گفتم نادره، از این لحاظ زیاد مورد توجه قرار نمیگیره و تشخیص ممکنه که مغالطش یا مست بشه. به اصطلاح سیر مرض اپندیسیت هم برای طفلا سریعتر نسبت به کاهلا، زودتر باعث اختلاطات میشه، باعث تثقب میشه و باعث گانگرین، ابتدا گانگرین و تقیب از اون تثقب. حالا تثقب هم معمولا به اطفال باعث پریتونیت میشه، جنرال پریتونیتیس، به جای از اینکه کتله اپندیکولر یا اپندیکولر مست احساس کنه. چرا؟ به خاطر از اینکه سر به اطفال کوچک هنوز درست انکشاف نکرده تا بتونه به نهیه بیایه، اشرای مجاور محدود کنم، نهیر میکانیزم قبلا ما خدمت شما یادآوری کردیم، تا آفت محدود بشه و کتله اپندکس تشکیل شه. یعنی معمولا تثقب باعث پریتونیت میشه. از این لحاظ محدود شدن آفت نزد اطفال بسیار کمه و اکثرا جنرال پریتونیت و آبزه های متعدده به نوعه مختلف بطن ممکنه که وجود بیایه. این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که مورد استفاده قرار گرفته باشه. دکتر سبای عزیز، اگر سوال چیزی بود من از طریق کانال تلگرام به خدمت شما هستم. شب روز شما خوش.